من علیرضا شجاعیان هستم، 33 سالمه و الان تقریباً 5 سال و نیم هستش که ایران رو ترک کردم به امید اینکه یک فضایی پیدا کنم برای اینکه بتونم هنرمند باقی بمونم با اون موضوعی که دلم میخواست روش کار کنم و به همین خاطر به لبنان مهاجرت کردم، برای 3 سال اونجا فعالیت کردم و الان تقریباً 2 سال و نیم هستش که در پاریس ساکنم. خب همیشه نقاشی میکردم، همیشه فکر کنم ما همه ما نقاش به دنیا میاییم ولی نقاش موندن مهمتره. ولی اینکه روی این موضوعی که دارم کار میکنم که مخصوصا مسئله همیشه دغدغه های مرتبط به اقلیت های جنسی و جنسیتی بوده، از یک دغدغه شخصی شروع شد در دوران دانشگاه و بعدش چیزهایی رو انگار که نمیتونستم به کلام روایت کنم با تصویر روایت میکردم. من فکر کنم هویت جنسی و مسئله بدن یکی از چیزهاییه که ما به عنوان کسانی که توی ایران به دنیا آمدیم، توی ایران بزرگ شدیم، از اونجایی که یک سری کدهایی هستش هم به واسطه حکومت و هم به واسطه جامعه برای این بدن که این بدن چه شکلی باید باشه، چه در فضای خصوصی و چه در فضای عمومی، من فکر میکنم که این دغدغه رو همه ما داریم، این چالش رو با بدنمون، با هویتمون داریم. برای من این متفاوت بودنه، اینکه شاید شکل همه اون کدها نبودنه، خیلی پررنگتر بودش و قاعدتاً وارد کار شد و ولی ادامه دادنش به عمد بود و تصمیم گرفتم که روی این موضوع کار کنم، موضوعی که خیلی بهش پرداخته نمیشه. بزرگترین پیامی که به نظر من این پروژه داره، قبل از اینکه بگیم که چطور اصلا وارد این پروژه شدم، من این هستش که یک چیز امیدبخش برای من داشت. اون هم این بودش که ما همیشه از فردای بهتر حرف میزنیم ولی این تصویر واضح اون فردای بهتر است، اون تغییر است، به خاطر اینکه ماشینی که یک روزی صاحبش یک دیکتاتوری مثل شاوشسکو بوده، امروز تبدیل میشه به یک زمینه برای یک اثر هنری که داره از یک افرادی صحبت میکنه که صداشون شنیده نمیشه. و از همه مهمتر این که اولین فرصت هست برای من بعد از این همه سال کار کردن، فضایی که توی ایران به واسطه سانسور نه در گالری ها و نه در مجامع بزرگتر من داده نشد، فضایی که برای خودم تو کشور عربی مثل لبنان تونستم بسازم، خب این امکان رو داشتم که با مخاطب عام، با اقشار مختلف جامعه بتونم این بیان دیالوگ رو بکنم، مسئله رو براشون باز کنم و این طرح مسئله رو براشون بکنم. این امکان رو هیچ وقت با فارسی زبانها، با ایرانیها نداشتم. این ماشین به واسطه تاریخش و این هویتی که داره به نظر من مستقیماً داره این فضا رو برای من باز میکنه که این طرح مسئله رو این بار برای ایرانیها و تمام فارسی زبانها بکنم.